قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند. مورد بعدی از اون چیزایی که خداوند دوست داره، در حدیثی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نقل میکنن از پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام، قال سألت النبی صلی الله علیه و سلم ای العمل احب الى الله، چه عملی نزد خدا بهتر است، محبوب تر است، خدا بیشتر دوست داره؟ ابن مسعود سوال میکنه چه عملی، چه کاری من انجام بدم که خدا خیلی دوست داره اون کار، تا با انجام دادن اون منم پیش خدا محبوب بشم؟ قال الصلاة على وقتها. این جواب پیغمبر بود علیه الصلاة و السلام. فرمودن نماز در وقتش خوندن، نماز در وقتش. خدا دوست داره کسی نمازو در وقتش، سر وقتش بخونه. حالا چرا؟ برمیگرده تقریبا به همون موضوع قبلی، ولی نماز استثناء شده، چون در شبانه روز 5 بار امکان نداره یک منافق روزی 5 بار درست نماز بخونه، امکان نداره. 5 بار نماز درست خوندن نشانه ایمانته، نشانه ایمان مؤمن هست. لذا نماز یک فریضه هست و این فریضه هم وقت اون الله مشخص کرده، به دل بخواهی من و تو نیست. قبول داریم مثلا بعضی ها قبول دارن خب نماز واجبه، ولی در خوندنش هر وقت دلشون خواست نه. خداوند میفرماید ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نماز یک فریضه است، یه واجبی است که وقت مشخص و معینی داره، خداوند مشخص کرده. در شب اسراء و معراج وقتی نماز واجب شد، صبح همون روز جبرائیل امین از طرف خدا اومد اوقات نماز به پیغمبر یاد داد علیه الصلاة و السلام که نماز ظهر وقتش از کی تا کی، از مغرب، عشا و صبح، خدا مشخص کرده. پس هم خود نماز واجبه و هم وقت اون معین و مشخص هست، که قبل از وقت نماز خوندن اصلا درست نیست و بعد از وقت اگر بدون عذر آدم بخونه مرتکب گناه کبیره و بزرگی شده است، مگر اینکه معذور باشه، یه وقتی آدم خوابش برد، یه وقتی فراموش کرد. ولی عمدن اگر انسان نماز نخونه تا وقت خارج بشه، حتی برخی از علما نظرشون اینه که تعمدن اگر کسی ترک بکنه نماز که وقتش خارج بشه، به عنوان فرد کافر به حساب میاد، باید بر بگرده دوباره به دامن اسلام و اصلا نمازش بعد از وقت قابل قبول نخواهد بود. این نظرم هست. و نظر دیگه اینه که طرف کافر نمیشه اما مرتکب گناه بزرگی شده، توبه باید بکنه و قضاشو باید بخونه. این دوتا نظر هست. مهم اینه که اون چیزی که اتفاقه، هم آیه قرآنی و هم احادیث داریم و هم اجماع علما و امت هست که نماز وقت اون مشخص. تعمدن هیچ احدی حق نداره که نماز خارج از وقت بخونه. لذا در رابطه با این آیه قرآنی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، علامه ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیه میفرمایند، وقتی خداوند میفرمایند وای بر نمازگزاران، یعنی کسانی اصلا نماز میخونن ولی در رابطه با نمازشون سستی میکنن، سهلنگارن، بیدقتی و بیتوجهی میکنن. کیا هستن؟ علامه ابن کثیر میفرمایند که کسانی که سهلنگاری میکنن، تأخیر کردن در وقت نماز که وقتش خارج بشه عمدن، این شاملش میشه آیه قرآنی فویل للمصلین، وای بر اون، تهدید از جانب خدا که نماز عمدن به تأخیر بندازه که وقتش تموم بشه. کسانی که رعایت نمی کنن ارکان اون، شروط اون، در پاک و پلیدی، در وضو درست گرفتن،
در ارکان خود نماز آرام نمیگیره، تو رکوع تو سجود درست سوره فاتحه که رکنه نمیخونه، اینم شاملش میشه. و کسانی که در رابطه با خشوع کاملا بی‌دقتی میکنن، البته خشوع انسان تلاش خودشو بکنه، ولی اینکه کاملا افسار هوا و هوس رها بکنیم، ذهنمون پرت بشه که نفهمیم چه میخونیم و چه میکنیم، این درست نیست. اینه که در رابطه با نماز خارج از وقت خوندن، یا اینکه انسان منتظر باشه حالا مشغول کار بازی سرگرمه الی آخر، همین که چند دقیقه مونده به پایان وقت سریع وضو میگیره، تند و تیز دو رکعت یا چهار رکعت نمازشو میخونه. پیامبر فرمودن علیه الصلاه و السلام: تلک صلات المنافق یجلس و یرقب الشمس حتی اذا کانت بین قرنه شیطان قام فنقرها اربعا لا یذکر الله فیها الا قلیلا. روایت امام مسلم هست. فرمودن این نماز منافقه، منافقی که ترس از خدا نداره، ایمان به خدا هم نداره تو دل، میشینه منتظر کی خورشید بره غروب بکنه که بین دو تا شاخ شیطان قرار بگیره در لحظه غروب خورشید. اون وقت بلند میشه، چطوری نماز میخونه؟ فنقرها، مثل پرنده‌ای که نوک میزنه سری، چهار رکعتش تند و تیز همینطوری سری میخونه. یاد خدا هم تو نمازش خیلی کمه. خادم وقتی تند و تیز نماز خون دیگه ورد و ذکر نداره، الله اکبر سمع الله لمن حمده، الله اکبر، دیگه اوراد و اذکار و تسبیحاتی که تو رکوع و سجود دیگه نمیگه. فرمودن این نماز نماز منافقه، نماز مؤمن نیست که بشینه خودشو مشغول بکنه وقت طلوع یا غروب خورشید، بدو به چهار رکعت یا دو رکعت تند و تیز همینطوری بخونه، دلش خوش هم نماز خونده. فویل للمصلی، اینه که گفته شده شش صفت اگر تو نماز باشه، این صفات جزء صفات منافقینه. اگر یکی در ماست یه صفت منافقین در ماست، و اگر همه در ما باشه ولی عزو بالله که دیگه خیلی خطرناک. این شش صفت، حتی خود قرآن هم اشاره کرده به پاره‌ای به نحوی و از احادیث هم نقل شده. قرآن میفرمایند: و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. هرگاه منافقین به نماز برمیخواستن یا بلند میشوند، با کسالت، بی میلن، بی رغبتن، مثل کوه به قول معروف میخوان رو دوششون حمل بکنن، و وقتی نماز میخونن برای رنگ و ریا مردم تعریف بکنن، مردم حال چیزی نگن که بی نمازه، خودشون نشون مردم بده، چهار رکعت نمازم میخونه و یاد خدا نمیکنن مگر کم. پس یک، هر وقت به نماز بلند میشه، یه وقتی هست که آدم خسته هست، مریض علیله، اون یه استثنائیه، ولی اینکه همیشه وقتی میخواد نماز بخونه با کسالت زورش میاد، جبرشه که نماز بخونه، این نشانه نفاق. دو، ریای در نماز، نمازشو درست خوب میخونه، وقتی جلو به کسیه، جلو به کسی نباشه دیگه یه نماز دیگه هست، تندوتیست. این رنگ و ریا جزو نشانه های نماز منافقینه. تأخیر کردن اشاره شد در حدیث، منافقی که نمازش رو به تأخیر میندازه که وقت خارج بشه. سریع و تند و تیز خوندن، رعایت نکردن آرامش در رکوع و سجود بالاخص. کم یاد خدا کردن، یه سری جدا از سوره حمد و سورهی که بعد از حمد میخونیم و دعای وجهت، و بعد تو خود مثلا رکوع سبحان ربی العظیم و بحمده، تو سجود سبحان ربی الاعلا، بین سجدتین تو اعتدال، این اوراد اذکار رو داشته باشیم تا بسیار خدا رو یاد کرده باشیم تو نمازمون. آخرین صفت منافقین، تخلف از نماز جماعت. با نماز با جماعت نماز نمیخوندن منافقین، مگر نماز ظهر از که هوا روشن بود میومدن خودشون نشون بدن، نماز عشا و صبح نمیومدن، هوا تاریک بود. تخلف همیشه از نماز جماعت نشانه نفاقه، که اصلا نیاد آدم مسجد، یا همیشه نماز صبح ترک بکنه، این نشانه نفاقه. جایگاه نماز رو باید بیشتر درک بکنیم. در حدیث صحیح است که نماز ستون دین است. ستون میدونید در یک خونه چه نقشی داره؟ اولین عبادتی که روز قیامت محاسبه می شود بنده در مورد اون نماز است. آخرین وصیت پیغمبر علیه الصلاه و السلام قبل از رحلتشون در اینه که بیمار بودن از دنیا می رفتن، برای امت نماز بود: الصلاه، ای امت من مواظب نمازتون باشید. چقدر خداوند مدح کرده از نمازگزاران و ذم و نکوهش کرده از بی نمازان تو قرآن.
فرضیت نماز کی بوده و کجا؟ در شب اسراء و معراج تو آسمان ها. تنها عبادتی که بدون واسطه جبرائیل بر پیغمبر و امت فرض شده نماز بوده، باقی تو زمین بوده، توسط جبرائیل بوده. هیچگاه نمازم ساقط نمیشه تا آدم عاقل، هیچگاه اشاره شده هیچگاه از آدم مسلمون عاقل نماز ساقط نخواهد شد، با هر شرایطی باید نماز بخونه. بعد در رابطه با نماز، نماز باید با بهترین حالات خونده بشه. اینا جایگاه نماز، و بدن پاک باشه، لباس که پاک، لباس نو تو بر تن بکن. وقتی مسجد میای، البته نه برای زنها، عطر بزن مرد نه زن، برعکس توصیه شده زن وقتی مسجد بلخص میخواد بیاد اصلا عطر نزنه، اصلا پا از خونه بیرون میگذاره بدون عطر. این مال مرداست عطر زدن، نه مال زنها. بعد حتی اگر خیلی گرسنته، چون حواست پرت میشه، اول غذا تو بخور. اگر مدفوع و ادرار بهت فشار آورده، حالا وضو دارید، کیفت میشه وضو تو باطل بکنی، تنبلی دوباره وضو بگیرید، با همون حالت میاد نماز میخونه، فشار بهش آورد، نه نهیه. با خیال راحت بیا تا ذهنت فارغ البال باشه از همه چیز جز نماز. اینه که بهترین شرایط آدم و حالات داشته باشه تا تو نماز بخونه. جالب اینجاست که در نماز همه اعضای ما تو عبادت هست، از قلب و ذهن و زبان و حتی چشم و گوش تو، دست تو، پای تو، تمام وجود در حال عبادت هست. این ارزش نماز رو میرسونه. بعد نماز نور است، پیغمبر فرمودن نور دنیاست که قلب رو منور میکنه و نور قبره و نور فردای قیامت که از پل صراط افراد که میگذرن با نورشون میگذرن. و آخرین قضیه اینه که پیغمبر مثال زدن علیه الصلاه و السلام در رابطه با نماز، که نماز مانند رودخانه و جویباری است که از دم خونه شما میگذره. اگر کسی روزی 5 بار تو این رودخانه که با آب زلال حمام بگیره یا غسل بزنه، دیگه چیزی از آلودگی بر بدن آدم میمونه؟ کسی که 5 بار در شبانه روز نمازو برای خدا بخونه با اون کیفیتش، دیگه آلودگی گناه و معصیت میمونه بر بدن انسان، در نامه اعمال انسان؟ اینی که انشاءالله نسبت به نماز بیشتر دقتو داشته باشیم تا هم خودمون و هم اولادمون رستگار بشویم و اولادمون درس بگیرن از بزرگترها در بلخص توجه به نماز. وقتی ببینن که پدر و مادر و بزرگترها تو خونه این همه دقت به نماز دارن، بچه‌ها یاد میگیرن، با بزرگترها رقابت میکنن در حضور تو مسجد و نماز خوندن سر وقت و توجه به نماز. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.